صورت متضاد نشان میده و همون اول شعر ضربه خیلی محکمی بر خواننده وارد میکنه که شعر اونطوری که باید بخونه. یک چنین شعری عقوبت، دو خط اولش اینه: میوه بر شاخه شدم سنگ پاره در کف کودک. اگر کسی همینجا تأمل نکنه فکر کنه که حضور میوهی بر شاخه، بگیم یک سیب یا بگیم یک نمیدونم هر چی که شما میخواد طولو تصور کنید، و این سنگ پاره که کودک در دست گرفته، دشمنان همه. اگر این رو تصور نکنید اون وقت این بیان بعدی خیلی سخت میشه براتون، که میگه طلسم معجزتی مگر پناه نهد از گزند خویشتنم، چون اون که دست تطاول به خود گشاده بلا. کسی دست تطاول به خودش گشاده انگار سنگیست که میخواد خودش رو بزنه و بر زمین بیفکنه. و این همون تصویر میوه برشاف و سنگوار در کف کودک. از اینجاست که شما به این تضادهای جدا شده و این تکه های منشعب یک وجود یک آدم پیمونه. حالا بقیه شعر رو براتون میخواد تا ببینید در بقیه شعر چه عقوبتی نصیب شاعر میشه. میوه بر شاخه شدم سنگ پاره در کف کودک، تلسم معجزتی مگر پناه نهد از گزند خویشتنم، چون این که دست تطاول به خود گشاده منم. بالا بلند بر جلو خوان منظرم، چون گرد شهد نسیه عبر قدم بردار، از هجوم پرنده بی پناهی به خانه باز آیم. از هجوم پرنده بی پناهی چون به خانه باز آیم، پیش از آن که در بکشایم و تخت با ایوان جلوه ای کن، با رخساری که باران و زمزمه است. چنان کن که مجالی اندک را در خور است، که تبردار واقعی دیگر دست تبردار واقعی را دیگر دست خسته و ترمان نیست. که گفته است من آخرین بازمانده فرزانگان زمینم، من آن غول زیبایم که در استوای شب ایستاده است، غریب زلالی همه آهای جهان، و چشمنداز شیدنش خواستگاه ستاره است، در انتهای زمینم کومه ای هست، آنجا پا در جایی خاک همچون رقص شراب بر طریق آتش تکیه می کند، در مفصل انسان و خدا. آری در مفصل خاک و پوکم کومه ای نااستوار است و بادی که بر لجه تاریک می گذرد. بر ایوان بیرونق سردم جارود می کشد. خانه من در انتهای جهان در مفصل خاک و پوک. با ما گفته بودند آن کرام مقدس را با شما خواهیم آمود، لیکن به خاطر آن عقوبتی جان فرسای را تحمل باید کنیم. عقوبت دشوار را چندان تاب آوردیم.